موضوع رو از آشنایی و کار با لایه‌ها در GIS آغاز می‌کنیم. هرچند این بحث در مجموعه قبلی به صورت کامل بهش پرداخته شده اما در این مجموعه سعی کردیم برای دوستانی که تنها این مجموعه رو تهیه کردن یک گریزی زده باشیم و مستقیما داخل خود نرم افزار یک توضیحات اجمالی رو در مورد لایه ها و کار با اونها به دوستان ارائه کنیم. با وارد محیط نرم افزار میشم وارد بخش آرک ماب. یک لایه رو از قبل آماده کردم دوستانی که قبلا از مجموعه ما استفاده کردن اطلاع دارن که به همراه ویدیوهای مجموعه پوشه تحت عنوان دیتا عرضه میشه که تمام لایه هایی که توی این ویدئوها مشاهده میکنید در اون قسمت کاملا به تفکیک هر بخش و هر تمرین برای شما آورده شده و درون آن قرار داده شده همطور که اینجا میبینید پوشه دیتا تمرین صرف و یک لایه جی ای شیپ فایل که اینجا جلوی روی شما قرار گرفته خب این لایه رو من داخل محیط نرم افزار فراخونی کردم اگر این رو از این محیط حذف کنم از قسمت اد دیتا جستجو میکنم مسیری که قبلا برای نرم افزار تعریف شده یا برای دوستانی که مبتدی هستن از قسمت کانکت تو فولدر میتونن به دنبال اون پوشه مورد نظر بگردن که ما این کارو رو انجام دادیم سپس از داخل بخش فولدر کانکشنز میتونید به مسیرهای تعریف شده در مرحله قبل مراجعه کنید که اینجا پوشه درایو جی لرنینگ پک بسته آموزشی شهرسازی و در نهایت به پوشه دیتا میرسه پوشه تمرین یک و فایل پونگو کانتریل خب، این داده سریعا برای شما گشوده میشه. در این محیط میشید محتویات داده رو مشاهده کنید و در این قسمت در Table of Content میتونید عنوان لایه و نماد گرافیکیش رو مشاهده بفرمایید. در پس تنظیمات مختصاتی هم باز اشاره میکنم در بسیار قد ما مفصل در مورد اطلاعات مختصاتی و نحوه طبقه بندی اونها صحبت کردیم. برای هر لایه شما میتونید با مراجعه به بخش پروپرتیز بخش سورس و در مقابل کوردینیت سیستم سیستم مختصاتی که در لایه استفاده شده رو ببینید که در اینجا از سیستم GCS WGS 84 یعنی سیستم جیوگرافیک کوردینیت سیستم و دیتوم WGS 1984 استفاده شده و واحد این سیستم هم درجه است خب این لایه در نرم افزار باز شده اما گاهن شاید نیاز به این باشه که شما اطلاعات مختصاتی که در پایین و گوشه سمت راست صفحه مشاهده می کنید رو به حالت نمایشی دیگه ای برگردونید پس ما یک سیستم مختصاتی برای لایه هایی که تو محیط نرم افزار باز می کنیم داریم مثل لایه کنگو کانتری که سیستم جوگرافیک داره و گاهن از سیستم های متفاوتی ممکنه برای نمایش بخش دیسپلی استفاده بشه یعنی من میتونم با مراجعه به بخش لیرز راست کلیک پروپرتیز و از تب جنرال به بخش یونیت مراجعه کنم همطور که میبینید در بخش واحد ها یونیت یک گزینه به عنوان مپ آورده شده و گزینه دیگه به اسم دیسپلی در مقابل عبارت مپ شما سیستم مختصاتی تنظیم شده برای صفحه نمایشتون میتونید مشاهده کنید که قبلا در کوردینیت سیستم تعریف شده یا حالا در بخش فریوریت شما آوردید یا از بخش های پری سیستم های مختصاتی درجه ای یا سیستم های مختصاتی پروجکتد و گاهن یو تی رو شما میتونید از این بخش فراخونی کنید که این تنظیمات از قبل میباید انجام میگرفت یا اگر شما لایه رو برای اولین بار باز میکنید این تنظیمات به صورت پیشورز با لایه اولیه شما ست خواهد شد اما در بخش جنرال مقابل عبارت مپ دیگه این گزینه قابل تغییر نیست و تنها چیزی که در بخش کدنسیس معرفی شده بود اینجا میتونیم مشاهده کنیم در 1284 از فرم جوگرافیک یا همون دسیمال دیگری اما میتونیم عباراتی که در صفحه نمایشیمون وجود داره پایین سمت راست رو تغییر بدیم چون همونطور که عنوان شد یک عبارت نمایشی هست و اینجا هم از عنوان دیسپلی برای اون استفاده کرده یعنی سیستم اصلی خود صفحه نمایش و محتویات شما یک چیزه و چیزی که جنبه نمایشی میخوایم داشته باشه چیز دیگه ایه پس از این قسمت میتونید بر اینکه داده های شما دسیمال دیگری هستند میتونید از سیستم های مثل دیگری مینت سکند فرم های نمایشی درجه دقیقه ثانیه استفاده کنید اگر تایید کنم میبینید که عبارات شما به صورت درجه دقیقه ثانیه یا DMS نمایش داده شده این برای عبارت X و این هم برای عبارت Y یا میتونم از سیستم هایی مثل سیستم متریک استفاده کنم اوکی؟ که در سیستم UTM به شما زون UTM خواه و همچنین عبارت X و Y را به صورت پشت سر هم نمایش میدم تا که میبینید زون 33 UTM 34, 35, 36 و, 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 و آخر. پس اینجا این رو میتونید از لحاظ نمایشی به سیستمی که مد نظرتون تبدیل کنید که من همون فرم DMS دی یا دیگری دی میل رو انتخاب کنم خب این از تنظیمات مختصاتی کارهای دیگه ای که ما میتونیم برای ارتباط برقرار کردن بالای انجام بدیم یکی از اونها بحث ایجاد مقیاس دقیق و یا سبتک مقیاس مشخصه میدونید که با یک کاری دیجیتالی سر و کار دارید پس اگر به لایه و صفحه نمایش نزدیک تر بشم و ابزار زوم میتونم مقدار عددی مقیاس رو تغییر بدم این عبارت رو میتونید در قسمت مپ اسکیل مشاهده کنید همین کادری که این بالا قرار گرفته دقت کنید که هر من به محیط نقشه نزدیکتر بشم این عدد کوچکتر خواهد شد میبینید یک دو میلیون و خورده ای یک یک میلیون خورده ای و اگر فول اکستنت رو استفاده کنم به همون نمای کامل از لایه میرسم که عبارت مقیاس تبدیل شده به یک 15 میلیون و 498853 خب ما میتونیم با استفاده از ابزارهایی مثل فیکست زومین و فیکست زوم اوت این عبارت رو روندش کنیم فیکست زومین اگر انجام بگیره ببینید که گرد شده به عبارت یک 15 میلیون یا اگر فیکست زوم اوت رو بزنم یک 20 میلیون رو خواهم داشت که حتی من میتونم در این قسمت به صورت دستی عبارت بعد از یک دو نقطه رو تغییر بدم و به عنوان مثال به یک دوازده میلیون تغییرش بدیم. این اینتر رو میزنید و این ست میشه خب گاهن پیش میاد که شما برای نقشه هاتون یک مقیاس خاص رو ست میکنید در نظر میگیرید و اون مقیاس هم در یک محدوده یا ایالت یا یک ناحیه یا یک استان مشخص در نظر گرفته شده این یک جوری شما کادر بندی خاصی رو انجام میدید که مقیاس هم درش مشخصه به عنوان مثال من این محدوده رو مد نظر قرار میدم ببینید ممکنه خیلی تلاش کنم که کادر ایجاد کنم که تمام وسعت این آرزه این آرزه که اینجا دارین درش دیده بشه و از طرفی مقیاس رو هم از حالت عدد خورد تبدیل میکنم به عدد یک عدد رند یک میلیون و دویست و پنجا هزار و میخوام دیگه دائما این کادر رو داشته باشم این کادر و این مقیاس ثبت شده رو که برای سری های بعدی خیلی سریع به این نما رجوع کنم یکی از راهای خیلی جالب استفاده از بخش بوکمارک شما میتونید از بخش بوکمارک گزینه کرییت اقدام به ساخت یک کادر و مقیاس مشخص کنید وقتی به اون فرم نمایشی دلخواه رسیدم از گزینه کرییت میام و با نام به مثال بوکمارک دو یک این رو ثبت میکنم خب این باعث میشه که من هر زمان در هر جایی که باشم در هر نمایی که باشم اگر نیاز به اون کادر و صفحه نمایش داشتم رجوع به بوکمارک کنم و گزینه بوکمارک دو 1 رو انتخاب کنم به واسه اینکه روی این, رو این گزینه کلیک میشه دقیقا در همون کادر و همون نما ظاهر میشه در صورتی که گزینه های بوکمارک شما تعدد پیدا کرد میتونید از بخش منیج اقدام به مدیریت اونها کنید میتونید اونها رو روش نویگیت کنید سریع به اونجا مراجعه کنید میتونید روش پن کنید یک بوکمارک جدید بسازید یا اگر تعدد پیدا کردن اونها رو سورت کنید و یا اگر دیگه نیازی بهشون ندارید ریمووشون کنید که اینجا من اینجا اصلاحات نمایش خارج میکنم ریموف میکنم و پنجره رو میبندم می ببینیم که گزینه دیگه اینجا وجود نداره یکی از کارهای دیگه که باز ما در ارتباط با لایه ها بهش نیاز داریم بحث انتخاب عوارزه ما میدونیم که اینجا با استفاده از گزینه Select Features اقدام به انتخاب آرزه ها میتونیم کنیم و با استفاده از کلیک چپ میتونیم عوارز دلخواه رو سلکت کنیم حتی ما اطلاع داریم که اگر یک کادری ترسیم کنیم میتونیم تمام آرزه که این کادر رو قطع میکنن به عنوان سلکت در نظر بگیریم که فرم‌های مختلف سلکت وجود داره که با استفاده از این مثلث کوچیک کنار این آیکون میتونم انتخاب به وسیله چندزلی به وسیله ترسیم دستی دایره یا خطی رو در نظر بگیرم که گاهن میتونید بهش رجوع کنید و اگر مورد نیازتون بود ازش بهره که خیلی هم آنچنان پر کاربورد نیست اما در مباحث شهری چیزی که خیلی حائز اهمیت گاهن این موضوعی که ما نیاز داریم خب این سری آرزه ها رو انتخاب کنیم یا از انتخاب شده های ما بخشی از عوارض رو حذف کنیم یا به انتخاب شده های ما بخشی از عوارض رو اضافه کنیم که این خودش گاهن خورده مشکل سازه و نیاز داره که شما از دکمه ها و کلیدهای ترکیبی مثل شیفت استفاده کنید به عنوان مثال اگر اینجا بخوایم چند تا از این آرزه ها رو حذف کنیم میتونم با دکمه شیفت این کار را انجام بدم و خیلی با دقت کنم که کلیو ترکیبی ها رو درست بگیرم و روی آرزه های صحیحی کلیک کنم اما این امکان به صورت تخصصی تر در بخش سلیکشن برای شما آورده شده به این منظور که شما میتونید با استفاده از اینتراکتیو سلیکشن متد نحوه سلیکشن رو در نظر بگیرید به صورت پیش فرض همیشه این گزینه روی create New Selection selection یعنی ایجاد یک انتخاب جدید به عنوان مثال اگر من این محدوده رو انتخاب کنم خب برای سری های بعدی همیشه یک انتخاب جدید انجام میده که نه به این اضافه میشه نه از این کم میشه به عنوان مثال اگر روی این محدوده کلیکی انجام بدیم ببینید که انتخاب های قبلی هست و این انتخاب ها به عنوان سلکشن جدید در نظر گرفته شدن خب میتونم بیام و با, با مراجعه به بخش اینتراکتیو سلیکشن متد ادامه کار بدم روی یک حالت دیگه از انتخاب به عنوان مثال گزینه اد تو کارنت Selection یعنی اضافه کن به آرزوهای انتخاب شده فعلی یعنی اگر من جای دیگه رو انتخاب کنم علاوه بر اینکه این, این بخش قبلا سلکت شده آرزوی جدیدی به اونها اضافه میشه همطور که میبینید بدون اینکه از کلیدهای ترکیبی استفاده کنم این قضیه محقق یا استفاده از گزینه remove from current selection از آرزه های انتخاب شده فعلی بخشی از اونهایی که انتخاب می‌کنیم رو کلیک می‌کنیم رو حذفش کن به عنوان مثال این آرزه این آرزه این آرزه من با کلیک چپ دارم آرزه ها از انتخاب شده ها هم حذف می‌کنم. یا با استفاده از گزینه آخر select from correct selection یعنی از آرزه های انتخاب شده من بیا انتخاب جدید رو انجام بده به عنوان مثال اگر روی این آرزه کلیک کنم از انتخاب شده های قبلی میاد اون رو انتخاب میکنه و اگر بیرون از انتخاب شده قبلی عمل صورت بگیره اولا میبینیم که تغییری ایجاد نخواهد شد خب uh, clear selected features رو کلیک میکنم تا همه چیز به حالت اولیه برگرده خب کار رو ادامه میدم و میرم سراغ بحث جدول توصیفی همیشه ما در کار با لایه‌های های برداری نیاز به بخش توصیفات داریم و نقش مهمی رو ایفا میکنند به خصوص اینکه در مباحث مرتبط با شهرسازی ما کار توصیفی هم بسیار زیاد داریم پس نیاز داریم که اطلاعاتی در مورد این بخش داشته باشیم شما با مراجعه به بخش آرزه ها تو تیبل آف کانتنت راست کلیک روی اونها و انتخاب گزینه اوپن اتریبیوت تیبل میتونید به توصیفات لایه‌هاتون رجوع کنید. خب در اینجا من چندین ستون توصیفی برای عوارض موجود تو منطقه دارم. ستون‌هایی که ما با نام فیلد‌های توصیفی ازشون یاد می‌کنیم، فیلد FID آی که همیشه به صورت پیش‌فرض فیچر آی هاتون رو می‌شماره و اعداد رو از صفر تا n سورت می‌کنه. ستون‌های دیگه که بیانگر جنس آرزتونه و سایر ستون‌ها که به صورت پیش‌فرض برای این لایه در نظر گرفته شده و ساخته شده خب در اینجا چند ستون عددی دارم که میتونیم باشون بسیار کارهای مفیدی انجام بدیم به عنوان مثال ستون پاپولیشن ستون جمعیت این محدوده هایی که در شکل شما مشاهده میکنید و پارامتری تحت عنوان اریا اسکوئر یعنی مساحت به واحد کیلومتر مربع خب ما میدونیم که تعدد ستونهای توصیفی باعث میشه که ما اطلاعات توصیفی بیشتری از آرزه ها داشته باشیم و از طرفی ردیف های توصیفی بیانگر آرزه های منطقه هستند یعنی هر ردیف بیانگر یک آرزه است که شما با کلیک روی ستون ما قبل FID میتونید آرزه ها را انتخاب کنید یا برعکس با استفاده از ابزار سلکت و انتخاب برخی از عوارز میتونید عینا توصیفات اونها رو داشته باشید ببینید آرزه هایی که انتخاب شدن توصیفاتشون رو هم سلکت شده خب پس نتیجه میگیریم که افزایش ردیف های توصیفی میتونه برامون آرزه های جدید توصیف کنه یعنی من از بخش توصیفات نمیتونم ردیف جدید ایجاد کنم با استفاده از اطلاعاتی که از قبل داریم میدونیم که چطور میتونیم آرزه سازی کنیم و به ازای هر آرزویی که در محیط نرم افزار ساخته بشه شما میتونید ردیف های توصیفی جدیدی داشته باشه خب چه کارهای دیگه میشه اینجا انجام داد من قصد دارم یک ستون جدید بسازم و نحوه ایجاد ستون های توصیفی دیگه رو آموزش بدم که این کار هم به صورت مفصل در بسته مقدماتی آورده شده ولی اینجا یه گریزی بهش خواهیم زد از وقت تیبل آپشنز گزینه اد ای فیلد این کار رو انجام میدم خب یک نام و عنوان برای ستون اون میخوایم در نظر بگیریم چیزی که من الان میخوام ایجاد کنم یک ستون که بیانگر تراکم جمعیت هست لازم برای این جدول توصیفی خب همونطور که خودتون میدونید بحث تراکم جمعیت یک فرمول خیلی ساده ای داره فرمولش به این صورته که جمعیت رو اگر ما بیایم تقسیم بر مساحت هر منطقه کنیم حالا میخواد یک ایالت باشه میخواد یک شهر باشه یا استان ما میتونیم دسترسی به تراکم جمعیت اون ناحیه داشته باشیم اون وسعت داشته باشیم پس عنوان رو من پاپ دنس میذارم که بیانگر پاپولیشن دنسیتی هست خب قبلا یاد گرفتید که تایپ جداول توصیفی رو باید در نظر بگیرید یعنی این ستون دارای چه تیپ اطلاعاتی هست آیا اعداد هست یا دارای متنه خب ما اینجا با فیلد عددی سر و کار داریم چون ترکم جمعیت یک عدد چند رقمیه که اتفاقا بخش اعشارش هم برام حائز اهمیته برای این موضوع شما میتونید از گزینه فلوت یا دابل استفاده کنید چون ها به ما امکان اعداد صحیح رو فقط میدن اما فلوت و دابل امکان اعداد اعشاری با پارامترهای کم و دابل امکان اعداد اعشاری با پارامترهای زیادتر رو نمیده. میتونید می از دابل استفاده کنید در بخش پرسیژن در بخش پرسیژن و اسکیل میتونید دقت و تعداد رقم های اعشارتون رو تنظیم کنید اگر این کار رو هم اینجا نکردید باز روش هایی وجود داره که بتونید جورتر تنظیمشون کنیم خب ستون ساخته میشه پاپ دنز. با مراجعه به بخش پروپرتیس یعنی راست و پروپرتیس این ستون اطلاعاتی میتونید از اون بگیرید که عنوانش هست اگر مایل بودید یک نام مستعار نام ثانوی براش در نظر بگیرید جنسش که همون دابل بوده اگر مایل بودید که اون رو به صورت یک ستون هایلایت ببینید این ستون ستون حائز اهمیتتون هست در جدول چون این گزینه رو روشن کنید و اینو تایید کنید همونطور که می‌بینید این ستون هایلایت شده خب چطور میتونم اون عملیات ریاضی رو انجام بدم کافیه که روی این ستون راست کلیک بشه از بخش فیلد Calculator اقدام کنید به محاسباتی روی این ستون خب همطور که میبینید در پایین صفحه عنوان کرده که پاپ دنس برابر با چه چیزه در این کادر پایین ما باید عبارات و فرمول هامون رو بیایم ثبت کنیم همطور که قبلتر گفتم تراکم جمعیت از تقسیم جمعیت بر مساحت انجام میگیره پس کافیه که بیایم از ستون های موجود یعنی فیلد هایی که داریم ابتدا پاپولیشن رو انتخاب کنیم بعد از عملگر ریاضی تقسیم استفاده کنید و بعد گزینه ایریا square meter مساحت منطقه به واحد کیلومتر مربع که میتونه حالا هر واحد دیگه ای هم داشته باشه به محض اینکه این, این گزینه من تایید کنم کلکولیشن انجام میگیره و عبارات ثبت میشه خب همطور که میبینیم عددی که تولید شده دارای اعشار خیلی زیادی و برای ارائه ها گزارش ها و حتی حضورش در این جدول توصیفی خیلی ظاهر جالبی نداره علاوه بر اینکه ما حین ساخت این ستون میتونستیم این تنظیمات رو انجام بدیم الان همین امکان برام میسره یکی از راهاش اینه که شما بیایید و روی این ستون راست کلیک کنید از بخش پروپرتیز به بخش نامبر فرمت مراجعه کنید یعنی من بیام فرمت این ستون رو فرمت عددیش رو تغییر بدم در بخش نامریک روی این گزینه اگر کلیک بشه چون تیپ اطلاعات شما عددی هست ما میتونیم تعداد عدد هایی که در بخش دسیمال قرار گرفتن یا تعداد عدد هایی که در بخش اعشار هستن رو تنظیم کنیم کافیه که این گزینه راوندینگ یعنی دیرت کردن روی حالت اول این نمبر آف دسیمال پلیسز قرار بگیره و اینجا عبارت 6 رو به دو تقلیل بدیم این کار باعث میشه که بخش اعشار شما به دو رقم کاهش پیدا کنه اوکی همچنان که میبینید اتفاق افتاده اونهایی هم که یک رقمی حضور دارن مطمئن باشید که رقم دوم اعشارشون صفر بوده یعنی این هشت ممیز هشتاد صدم بوده که اینجا به صورت هشت نوشته راه دیگه اینه که تمون لحظه که دارم از فیلد کلکولیتر استفاده می کنم تابعی اینجا در نظر بگیرم و از کلمات کلیدی یا کیبورد های استفاده کنم که خروجی رو مستقیما به اون فرم دلخواه تغییر بده برای این کار برات رو پاک میکنم از کلمه کلیدی round یعنی گرد کردن استفاده میکنم بعد پرانتز رو باز میکنیم و فرمولمون رو اینجا ثبت میکنیم کنیم تقسیم بر اریا خب این فرمول که ثبت شد اینجا از یک سپریتور جدا کننده استفاده میکنم یک کامایی و بعد مقدار عددی که بیانگر اعداد اعشار مطلوب ماست رو اینجا باید ثبت کنم که اینجا عدد دو مد نظرمه و بعد هم پرانتز رو میبندیم پس شد راند پرانتز باز فرمول مد نظر سپریتور عدد اعشاری و تعداد ارقام اعشاریمون و پرانتز بسته اوکی و طور که میبینید علاوه بر اینکه محاسبات انجام شد خروجی با دو رقم اعشار ثبت کردید خب به این صورت ما تونستیم تراکم جمعیت رو اینجا داشته باشیم و در یک ستون مجزا اون رو تو جدول توصیفی آورده باشه خب مباحث دیگه ای هم ما قبلا گفتیم که باز شاید اینجا حائز اهمیت باشه شاید کسایی دوست داشته باشن که میزان تراکم جمعیت رو, رو روی ایالت ها روی این محدوده‌ها ها و عوارض مشاهده کنند خب بسیار ساده شما میتونید به بخش پرپرتیس لایه مراجعه کنید از بخش لیبلز یعنی برچسب بگید که لیبل فیچر این دیس لایر آرزه های این لایه رو برچسب بزند. در بخش لیبل فیلد ستونی انتخاب کنید که قصد دارید برچسب اون روی آرزه فرده بشه یعنی پاپولیشن دنسیتی به محض اینکه تایید کنید میتونید تغییرات روی لایه ببینید که تنظیمات فونت و سایز و رنگش در این قسمت براتون میسر هست اوکی از عبارت هایی که من اینجا مشاهده می‌کنم، کاملا بیانگر تراکم جمعیت در اون ناحیه هست خب امیدوارم که یه جنبندی خیلی سریع در این قسمت با هم داشته باشیم اگر نیاز داشتید که این برشت رو بردارید میشونید با راست کلیک و برداشتن این تیکین کار رو انجام بدید در قسمت های بعدی سعی می‌کنیم که حالا که کار با خود لایه دستتون اومد مجدد به خاطرتون اومد یک سری از اطلاعات گذشته در ویدیوهای بعدی سعی می‌کنیم مستقیم به پروژه ها و مثال‌هامون رجوع کنیم و ان زمان خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم